السلام علیکم بینندگان عزیز، این نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سوخ منظوری شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابیرف. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف روز 17 اکتبر سال روان با رئیس جمهوری مردمی چین سی زینپین ملاقات انجام داد. مسئله های مبرم تحکیم منبعده مناسبت های دوستی شریکی همجانبه استراتژی ازبکستان و چین بررسی شدند. همکاری آسیای میانه و خطای تاریخی بسا درودراز دارد، خصوصا سالهای آخر همکاری ازبکستان با این کشور مترقی جهان خیلی مستحکم گردید. در آغاز ملاقات پرزیدنت ازبکستان به رهبر چین برای دعوت و استقبال صمیمی اظهار سپاس کرد. سروری دولتمان رئیس جمهوری مردمی چین را با روز تشکیل یابی چین و جشن 10 سالگی تشبث یک کمربند یک راه صمیمانه مبارکباد نمود. در مدت کوتاه تاریخی تشبث کمربند راه به یک پلتفرم سرطلب فراگیر و کشاده همکاری به مقصد نائل شدن به پیشرفت و شکوفایی مشترک تبدیل یافت. آن چیز معنای عمیق رمزی دارد که تشبث رئیس جمهوری مردمی چین راه سبز ابریشم بار اول در سال 2016 در ازبکستان اعلان شده بود، گفت سروری کشور ما. علاوه‌ده قید گردید که ازبکستان طرفدار عمیق‌سازی منبعده مناسبت‌های بسیار جنبه با چین می‌باشد. برنامه 5 ساله رشد شریکی همه‌جانبه استراتژی در دوره نو تطبیق می‌گردد. تطبیق پیوسته سازشنامه‌هایی که در رفت سفر دولتی پرزیدنت ازبکستان به چین ماهیمه سال جاری به دست آمدند، تحکیم مکالمه سیاسی و دستگیری متقابله آید به مسائل مهم با قناعتمندی تأکید گردید. همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری با سرعت انکشاف می‌یابد. در طول سالهای آخر حجم سرمایه چین 5 برابر و مقدار شرکت ها 3 برابر افزایش یافت. از اول سال جاری حجم معاملات مال متقابله 36% افزایش یافت. انتظار می رود که این نشان دهنده تا آخر سال از 10 میلیارد دلار می گذرد. از آن رضایت طرفین اظهار گردید که برای در 5 سال نزدیک تا 200 میلیارد دلار رساندن معاملات مال تمام اساس ها وجود دارد. با اشتراک شرکت ها و اینستیتوت‌های مالیوی چین یک قطار لایحه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در ساحه تکنولوژی‌های بلند، انرژتیکی مقابل، کیمیا، ماشین‌سازی، متالورگیا، الکتروتکنیکا، نوسازی انفراساختار و دیگر سمت‌ها عملی می‌شوند. با وسیع‌گرداندن پورتفوی لایحه‌های بلند تکنولوژی با راه تشکیل مشترک استحصال محصولات اینوواسیونی با ارزش بلند علاوه‌گی منفعت‌داری ظاهر کرده شد. با سطح به دست آمده همکاری‌های سودمند با بانک‌های با نفوذ چین و فوند راه ابریشم بهای بلند داده شد. وسعت یافتن همکاری‌های بین منطقوی قید گردید. از اول سال هیئت‌های وکیلان حدود مختار شینجان اویغور، مضافات شنسی، شاندون، سیزیانسو و سیزیانسی به ازبکستان سفر کردند. با مبادله پرثمر تجربه و همکاری عملی در ساحه آموزش و جاری کردن تجربه چین در مبارزه با کم بزاعتی یعنی کم بغلی توجه مخصوص ظاهر کرده شد. برای بررسی رفت تطبیق همه سازشنامه‌ها برگزار نمودن جمع آمد نوبتی کمیته بین حکومتی پیشنهاد شد. رهبران دو مملکت به همکاری‌های پرشدت در ساحه فرهنگ، معارف و سیاحی بهای بلند دادند. برای دستگیری جانب چین از تشبث سال فرهنگ و صنعت خلق‌های آسیای مرکزی و چین اعلان شدن سال 2023 اظهار سپاس کرده شد. چند پیش در آثارخانه ملی ابریشمی خوانجاو معرفی ازبکستان برگزار شد. اکسپوزیسیای میراث تاریخی ما در نمایشگاه همکاری باستانشناسی در چهارچوب تشبث کمربند و راه‌ها در آثارخانه قصر گوگون در پکن به نمایش گذاشته شد. در آخر ماه اکتبر برگزار نمودن روزهای فرهنگ چین در ازبکستان به نقشه گرفته شده است. بهار آینده در چین روزهای فرهنگ ازبکستان برگزار می شود. پرزیدنت ازبکستان پیشنهاد نمود که در تاشکند فیلیال های مکتب های عالی با نفوذ چین، دانشگاه سینخوا و دانشگاه پکن گشوده شوند. از روی مسئله های مبرم روزنامه منطقوی و سیاست بین المللی مبادله افکار به عمل آمد. تغییر ناپذیر بودن موقع در مسئله های دستگیری سیاست چین یگانه و مبارزه با مقابل سه قوه بدخواه تصدیق کرده شد. در نتیجه واخوری آید به قبول نمودن خریده را جهت تطبیق تشبث های به میان گذاشته شده توافق حاصل شد. در انجام مذاکرات سرور دولت ما رئیس جمهوری مردمی چین را دعوت نمود که به ازبکستان تشریف آورد. ملاقات در فضای عنعنوی اعتمادناک، آشکارا و دوستانه گذشت. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف اینچنین خود همان روز
نماز در چهارچوب برنامه سفر کاری در شهر پکن در قرارگاه برایش جدا شده رئیس هلدینگ اندسترالی صناعتی امیر اینترنشنال وان ونین را قبول کرد. همچون یکی از کنگلیمرات های پیشبر چین، امیر اینترنشنال لایحه ها را در ساحه های تکنولوژی های بلند، الکتروتکنیکا و صناعت نیم ناقل ها، ساحه های استخراج و از نو کار کرد عملی می نماید. شرکت به ریتینگ جهانی فورتون 500 داخل کرده شده است. پورتفوی لایحه های فعال در چین و خارج کشور با ارزش عمومی بیش از 60 میلیارد دلار دارد. وان ونین قید کرد که برنامه اصلاحات جاری در ازبکستان شرایط مساعد فراهم آورده برای فعالیت شرکت های خارجی بخصوص چینی امکانیت های وسیع فراهم می آورد. تاکید کردید که شرکت کشور ما را سمت اساسی تجارت در منطقه آسیای مرکزی می داند. لایحه های پیش آمدناک آید به کارکرد عمیق و استحصال محصولات سرطلب اینوواسیونی میس با ارزش بلند ایلاوگی از جمله مال های الکتروتکنیکی، بطری های اکومولیاتور ها برای ماشین های برقی، میکرو الکترونیکا و نیم ناقل ها بررسی شدند. در باره اشتراک رئیس شرکت مذکور در کار شورای سرمایه گذاران خارجی و افتتاح نمایندگی منطقوی در کشور ما، اینچنین قبول خرید راه جهت سرعت بخشیدن به لایحه های مشترک اینوواسیونی سازش حاصل شد. در پایتخت کشور آشخانه هست که برای سیاحان در یک روز یک تن آش تیار میکند. از آن اساساً سیاحان خارجی استعمال میکنند. آشخانه مذکور برای 350 کس جای نشست دارد. از پایتخت کشور در این باره نوار دسترسی ما گردید. پلاو یکی از خوراکهای ملی مردم ماست که در سراسر آسیای مرکزی و فراتر از آن معمول است و روش های گوناگون پخت و پز دارد. طبق معلومات ها خوشطعم‌ترین پلاو در ناحیه سوخ آماده کرده می شود، زیرا مزه برنج سوخ شیرین است. کشاورزان می گویند که اصلا آب دریای سوخ شیرین بوده، طعم آن به برنجش نیز گذشته است. از این جهت آشی که در ناحیه سوخ آماده کرده می شود نسبت به پلاو دیگر حدودها خوشطعم می باشد. شغلی هم مثلا اوزوقه اساسیش آب است. همان روزی که تخم به زمین می افتد تا روزی پخته شدنش در آب، یعنی آب ما آب زلال، آب مصفا، آب تازه است. طعمش شیرین است، چون که از همین دریا به واسطه استعمال کردن ممکن آب. دویم هواش، هوای سلقین شماده است، شمال می رسد، همین هواش هم تاثیرش است. در پایتخت کشور نیز برای سیاحان پلاو تیار کرده می شود که طبق بعضی معلومات ها آنها نیز بیشتر از برنج دوزیره، چونغره و سوخ استفاده می برند. آشخانه پنج دگ یعنی بیش قازان در مرکز پایتخت کشور جایگیر شده، هر روز در آنجا زیاده از یک تن آش پخته و فروخته می شود. چون در نوارها دیده استادید خریداران اساسی سیاحان خارجی می باشند. نواربرداری ما معلوم کرد که در آشخانه مذکور اساساً سیاحان را از کشورهای تاجیکستان، قرغیزستان، ترکیه، ژاپن، چین و کشورهای اروپا می توان پیدا کرد. آنها به این منزل آمده از طعام ملی ما پلاو استعمال می کنند. آشخانه مذکور در یک روز به نزدیک 10,000 نفر خدمت می رساند. در پایتخت یگانه مرکز پلاو به شمار می رود آشخانه مذکور. از همه مهمش سیاحان خارجی که به پایتخت کشورمان می آیند پیش از همه برای استعمال پلاو به این مرکز قدم می گذارند. در مکتب کسب هنری ناحیه سوخ بین خوانندگان مکتب مذکور در دایره المپیاد 5 تشبث آزمون اینتلکتوالی زکاوت گذرانیده شد که در این جریان همچون تماشابین پدر و مادران خوانندگان مکتب مذکور شرکت ورزیدند. زکاوت معنی تیزی، فهم و ادراک، زیرکی و هوشمندی را دارد. پس در آزمون اینتلکتوالی زکاوت تنها آنهایی می توانند غالب شوند که زیرک و ذکی هستند. در مکتب کسب هنری ناحیه سوخ آزمون اینتلکتوالی زکاوت در دایره المپیاد 5 تشبث مهم بین گروه ها شده گذشت. مقصد از تشکیل آزمون مذکور انتخاب خوانندگان ذکی، زیاد نمودن دانش و مهارت آنها می باشد. وکیل حقوق های انسان در مجلس عالی
چی نامیده می شود؟ آزمون زکوات واقعا هم با بحث و تلاش های زیاد شده گذشت و هر یک گروه برای غالب شدن سعی و تلاش می کرد. در سوال و جواب های زکوات جوان پسران و دختران زیرک دانشمند و ذهنی مهارت خود را نشان داد و دانش خیش را سنجیدند. یک تصور الوگه فقط و گروه های شجید می توان گفت که در مکتب کسب هنری ناحیه سوخ با مقصد بلند برداشتن دانش منطقی جوانان صاحب اقتدار و بازی های ذهنی وسیع جلب نمودن آنها دستگیری تشکیل این گونه آزمون ها اینچنین برای بلند برداشتن نیروی ذهنی نسل جوان از جانب دولت شرایط های ضروری فراهم آورده شده است. گروه 1-2 سرور جای یکم شدند. من چقدر که پرزیدنت ما تاکید کردند زکوات این یک دانش عمومی ملت ما می باشد. من برای تاریخ رو فهمیدن، برای هر گونه دانش های بیرونه آگاه شدن، فقط ما در راه خواندن، در راه خواندن و در راه جستجو شدن ما در کار. در فرجام چهارمین ذکر گردید که برای ظاهر نمودن استعداد جوانان اقتدارناک و توانمند شرایط کافی فراهم آورده، آنها را درست هوسمند نموده، بیشتر به جستجو و نوآوری جلب نمودن و کانسپسیا های قدرشناسی علم مطالعه کتاب را تحکیم بخشیدن لازم است. در آخر آزمون اشتراکداران بهترین و گروه غالب از جانب ماموریت دبستان و حکومت ناحیه سوخ تقدیرانیده شدند. نمودهای تکنیکی تازه‌کنی خانه‌ها بسیار کشف شدند و مردم از آن استفاده می‌برند، اما در دهات دوردست مردم اساساً از جاروب استفاده می‌برند. امروزها اکسپورت جاروب نسبت سال‌های پیشین یک چند برابر افزایش یافته است. ادامه موضوع در گزارش نوبتی ما. ارگشلی سلیمانیف که در دهه بستان آباد ناحیه بشریق زندگی میکند، از حسابی ساختن و فروش جاروب روزگارش را پیش میبرد. این کاری به خود خاص است. تمام پروسس با اصول کهنه اساساً با مهنت دستی بجا آورده میشود و پایها هم کار میکنند میگوید. او اول چوبچه ها را با اصول مخصوص چسبانده در هر گردش با سیم پیوست میکنند. ما دهقانی میکنیم، در صحرا کشت و کار میکنیم. البته این کاری دشوار است، مهنت زیاد را طلب میکند. سحر برهوک شده میشوند، آنها را بریده یک یک تازه میکنیم، ما آنها را ببند میگذاریم. خلاص کار این خیلی بسیار است. وقتی پرسیدن که چرا جاروب میسازید و میفروشید، مجبور شدیم، میگوید ارگشلی سلیمانوف. کمتر پایانتر روید منطقه مرزی تاجیکستان را دوچار میآید. شمال پیوسته وزیده، سطح شورشوی زمین بلند شده، از دیگر زراعت ها امکان حاصل بلند گرفتن نیست. از این جهت در صحرا کاشتن جاروب و آموی گردانیدن این نوع کشاورزی را کسب کردیم، اما نتیجه بد نیست. این کار خود را کاملا سفید کرد، میگوید او. در یک روز یک نفر 60 تا 100 150 دانه جاروب تیار میکند. اهل آیله ما همگی 14 نفر به همین کار مشغول هستند. از خورسالی همون به همین کار مشغول شده، از حساب آن زندگی همون فراغون است. من به کشورهای خارجی برای کار نمی روم. خوشبختم که در وطن خود، در جای خود، از حساب آن اهل آیله هم رو می پایم، زندگی خوب دارم. امروز اگر در بستان آباد 120 خواجگی موجود باشد، قریب همه آنها به این کار مشغولند. از دیگر دهه ها برای کار موسمی به حشر می آیند. هر یک خانه چنین تجارت دارد. حالا هم اشای خام کمی می کند، قریب تمام می شود. کار پرجوش و خروش از نیمه ماه نویبر سر شده تا ماه می ایون دوام می کند. ما در یک روز خیلی جاروب های بسیار را آماده می سازیم، چون که بغیر از اهل آیله خود 10 نفر را به کار جلب کرده. آنها هر روز به همین کار مشغول می شوند و معاش خوب به دست می آورند. جاروب های استحصال بستان آباد در سراسر جمهوری ما پهن کرده می شوند. جاروب ما نه فقط در بازار داخلی، بلکه در بازار کشورهای خارجی نیز فروخته می شوند. سالهای آخر حجم صادرات این محصولات یک چند برابر افزایش یافت، می گوید صاحب کار. من حالا یک دانه آن را به مبلغ 13.5 هزار سوم می فروشم، اما نمی دانم که صاحب کاران به کشورهای دیگر چند سومی اکسپورت کرده ایستادن، لیکن من با آنها فروخته البته فایده خوب گرفته ایستادم و برای این شکر می گویم. در مثال ارگشلی سلیمانوف و ساکنان قشلاق بستان آباد در پیش نظر ما آنهای جلوگر شدند که از امکانیت های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده می برند. برای ما خیلی قلای است که از خانه بیرون نبرآمده زمستان و تابستان کار داریم. اگر مردم از جاروب استفاده بردن را دوام دادن گیرند، فعالیت ما نیز ادامه یافتن می گیرد، می گوید مردم اینجا.
تماشابینان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصر خبرهای مهمترین و آخرین روز کشورمان را به شما میرسانیم. توجه کنید. از 18 اکتبر از فرودگاه بین المللی منطقوی ولایت فرغانه به شهر جده عربستان سعودی پروازهای منتظم آغاز شدند. پروازهای مستقیم در یک هفته دو مرتبه انجام داده می شوند. هواپیمای A320 شامی دیروز در خسیر فرغانه جده فرغانه نخستین پرواز را انجام داده در فرودگاه بین المللی فرغانه فرود آمد. پروازها از فرغانه ساعت 3:30 روز چهارشنبه و ساعت 11:00 روز یکشنبه به نقشه گرفته شدند. اولین پرواز رید وینگز از پایتخت جمهوری تتارستان روسیه به یکی از معروفترین شهرهای ازبکستان 30 اکتبر سال 2023 صورت میگیرد. پروازها در یک هفته یک مرتبه روزهای دوشنبه انجام داده میشوند. هواپیما از قزوین ساعت 21:45 به وقت محلی پرواز میکند و روز دیگر ساعت 3:00 در سمرقند فرود میآید. نوع چهارمغز زمینی لیدر را پروفسور فاکولته باغ و تاکپروری دانشکده دولتی اگراری تاشکند مغفورت امانوا آفریده است. بنا به اطلاع خدمت مطبوعات وزارت کشاورزی، پروفسور در طول 17 سال برای ایجاد نوع کارهای علمی برده است. در نتیجه وی میسر شد که نوع برمحل پز سر حاصل و تخمه کلان چهارمغز زمینی لیدر را پرورش کند که میتواند به طلبات بازار جهانی و دهقانان محلی جوابگو باشد. غیر از این نوع در ترکیب تخمه روغن و سفیده دارد. طوری در وزارت قید کردن نوع چهارمغز زمینی لیدر با تخمه کلان اینچنین صادرات بابی و حاصلناکی بلند فرق میکند. از این رو با نوع‌های آمریکایی، هندی و چینی رقابت کرده می تواند. فیلمسازان ازبکستان گلچین اثرهایشان را به دوشنبه آوردند. فیلم‌های ازبکستانی نیز در نخستین سینما جشن تاج سامان نمایش داده می‌شوند. استقبال فیلمسازان و مهمانان ازبکستانی در پایتخت همین گونه صورت گرفت. بینندگان عزیز، خاطره‌سا می‌کنیم الحال شما بخش خبری پیام روز را از طریق تلویزیون سرخ تماشا کرده ایستادید و اکنون از روی نقشه نوبت را به صحیفه دنیا 24 می‌دهیم که توسط آن به شما خبرهای مهمترین جهان رسانیده می‌شود. تاجیکستان هم به افغانستان آفزده کمک‌های بشردوستانه ارسال کرد. آن از سر و لباس زمستانه، خوراکواری، مصالح ساختمانی، خیمه، کرپه و دیگر چیزهای مهم موسم تیر ماه عبارت است. در مجموع با سپارش پرزیدنت به هرات بیش از 3000 تن بار توسط 130 ماشین بارکش فرستاده می‌شود. در پکین فوروم یک کمربند یک راه آغاز یافت. در کار این فوروم اکثری سران کشورهای آسیای مرکزی و همچنین پرزیدنت روسیه اشتراک میکنند. پرزیدنت تاجیکستان نتوانست در این همایش اشتراک کند، ولی جمهوری را یک هیئت نمایندگی میکند. برای ساکنان هرات خانه های نو بنیاد میکنند. به گفته سخنگوی طالبان جمعاً 2146 خانه برای ساکنان دهه سیاه ها به ناحیه زندجان که بر اثر زمین جنبی به خانه موندن منزل های نو میسازند. ساختمان خانه های نو تا زمستان باید انجام یابند. طبق معلومات سازمان ملل متحد بر اثر زمین جنبی روز 7 اکتبر بیش از 3330 خانه کاملا خراب شده، 2137 منزل دیگر قسمان آسیب دیدند. بایدن به اسرائیل آمد. با استقبال کشوردار آمریکا، سروزیر بنیامین نتانیاهو و رئیس دولت اسحاق هرزوگ برآمدند. قرار بود بایدن با کشورهای خاور میانه نیز سفر کند، ولی حمله به بیمارستان در نوار غزه نقشه‌هایش را خلل دار کرد. افتتاح سینما جشن تاج سامان در دوشنبه همین گونه صورت گرفت. به این جشنواره مهمانان از روسیه، ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، چین، ایران، هندوستان و همچنین فیلمسازان از چند کشور اروپایی آمدند. خواهشمندان امکان دارند فیلم‌ها را در دوام فستیوال رایگان یعنی بی‌پول تماشا کنند. تماشابینان عزیز، در دامین لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم با شما تنها خبرهای مهمترین را رسانیم و در آخر همین را بار دیگر خاطر رسان کردنیم که اگر فکر و درخواست و یا یگان مشکلات داشته باشید به کانال تلگرام ما مراجعت نمایید و ما البته در اساس مراجعت شما در دایره قانون و در دایره وکالت تا قدر امکان برای آموختن مراجعت شما سعی و حرکت خواهیم کرد، زیرا تلویزیون سرخ از آن شما و تنها برای منفعت شما خدمت میکند. سلامت باشید.